مصطفی متولد ظهر اربعین 1358، بزرگ شده ی روزای جنگ، روزایی که تابوتها پیچیده به پرچم سرنگ سر هر کوچه روی شونه ها حمل می شدن و مشت ها گره می شدن برای مبارزه با دشمن، دشمنی که عمو محسن مصطفی رو ازش گرفته بود. مشتای مصطفی هم گره شده بودن. فکرای بزرگی بود توی سرش، دنیاهای بزرگی برای کشف کردن، برای ساختن راهی که عموی شهیدش بهش نشون داده، به سمت یه دنیای قشنگتر. 1377 مصطفی قبول شد دانشگاه، همون جایی که میخواست. اما همه فقط سرشون به کتاباشون گرم بود، به حفظ کردن فرمولا، کشیدن نمودارایی که قبلا هزار بار کشیده شده. اما مصطفی کسی نبود که راضی بشه، کسی نبود که کوتاه بیاد، راه خودشون می ساخت. مصطفی و دوستاش توی خوابگاه دانشگاه با یه ترکیب ابداعی سوخت موشک تولید کردن، کاری که مصطفی خیلی خوب بلد بود، اینکه یه چیزی رو از نو بسازه. اون فکرهای بزرگ بالاخره داشتن محقق می‌شدن. مصطفی وارد سازمان انرژی اتمی شد. آرزوهای یه ملت اونجا همون مسیر. احساس میکرد اما محسن ازش میخواد که کمک کنه اینجا سر و پا و زنده باشه، اما نمیذاشتن. همون دشمنا، همونا که نونشون گروه زور گفتنشون بود، اونقدر فشار آوردن که کشور پذیرفت داوطلبانه و برای اعتماد سازی فعالیت رو تعلیق کنه. 1382، تازه یه سال بعد از اعلام دستیابی به فناوری هسته‌ای، مصطفی تا تونست کتاب خون و به چیزایی که بلد بود اضافه کرد. اما معلوم بود که این تعلیق دوامی نداره. مگه میشد این همه آدم که مثل مصطفی توی سرشون هیچ فکری به جز پروبال دادن رویای یه ایران بزرگ و قدرتمند نیست، بتونن زورگویی خارجی ها رو تحمل کنن؟ راه باید ادامه پیدا کرد. 1385 دستیابی به چرخه غنی‌سازی اورانیوم توی نطنز اعلام شد. مصطفی مسئول تأمین کردن قطعه‌های مورد نیاز برای غنی‌سازی بود، وظیفه که یه آدم کارکشته می‌خواست. مصطفی تنها کسی بود که میتونست توی اون شرایط که هیچ کشوری حاضر نبود به ایران کمک کنه، دور دنیا بچرخه و چیزایی که لازم بودن رو پیدا کنه. همین شد که تصمیم گرفت همه اون قطعه‌ها رو خودش بسازه، بدون نیاز به هیچ کشور دیگه‌ای. مصطفی برای این کار به یه گروه نیاز داشت، یه گروه از خبره ترین آدم های اونجا که باور داشته باشن بدون هیچ کمکی هم میشه موفق بود. همه چی خوب بود. مصطفی و همکاراش داشتن بدون توجه به عصبانیت دشمن کار خودشون میکردن، تا اینکه اتفاق عجیبی افتاد. سانتریفیوژها بدون اینکه توی دستگاه‌های کنترل مشخص باشه تغییر سرعت میدادن و از کار میافتادن، اتفاقی که اصلا طبیعی نبود. همه داشتن روی پیدا کردن دلیل این اتفاق کار میکردن، مصطفی و تیمش هم بیشتر از همه. داشت همه اون چیزایی که خونده بود و یاد گرفته بود و به کار میگرفت، شب و روز. آخه چرا باید این اتفاق میافتاد؟ کیا از این اتفاق ناراحت بودن؟ کیا خوشحال میشدن؟ یه کاری کرده بودن، دشمنا توی یه چیزی دست برده بودن، یه چیزی که باعث شده بود یه اتفاق غیر منطقی بیفته، یه چیزی وارد سیستما شده بود.
مصطفی بالاخره فهمید یه ویروس به اسم استاکسنت که آمریکا و اسرائیل ساخته بودنش و یه جوری وارد سیستما کرده بودنش. اینم یکی از کارهایی که برای زنده نگه داشتن اینجا کرده بود. احساس میکرد اما محسن داره بهش لبخند میزنه. وقتی به پرچم نگاه میکرد از شدت افتخار عشق توی چشماش جمع میشد و فکر میکرد کاش ایرانم به اون افتخار کنه. کاش دشمن انقدر از دستش عصبانی شه که 1390 روزایی که هنوز جنگ بود، اما یه جوری دیگه، روزایی که دشمن مصطفی رو از همه ما گرفت و تابوتش پیچیده توی پرچم سرنگ دوش ما رفت تا امامزاده چیزر. مصطفی که بزرگترین کارها رو کرده بود و سخت‌ترین راه‌ها رو رفته بود، اما هنوزم راه‌هایی بودن که نرفته باقی مونده بودن. بدون مصطفی کی باید این راه‌ها رو می‌رفت؟